قصه های عمورحمان. این قسمت تعبیر یک خواب. سلام عمو رحمان. سلام، بیدار شدی؟ خوابم نبود. از صبح این همه تو راه بودیم، یعنی خسته نیستی؟ چرا، اتفاقا خیلی خستم، ولی نمیدونم چرا خوابم نمیبره. امامم بیدار هستن؟ مشغول نماز خوندن هستن. امام تو این سفر خیلی آروم شدن، انگار این سفر خیلی با سفرهای دیگه فرق. شما چرا بیدارین؟ میخوام وضو بگیرم، میای با من؟ امو رحمان چه خبره بشیر جان؟ عطیه چی شده؟ از وقتی بیدار شده تو ام گریه میکنه. گریه میکنه؟ آتیه دختر گلم چی شد؟ عروسکم گم میشه. چی؟ عروسکت که همین جاست. بعدم گم میشه. خودم دیدم. خودت دیدی؟ تو خواب دیدم. مامانم همیشه بهم گفته خواب تعبیر دارن. الانم تعبیر خواب من یعنی این که عروسکم گم میشه. نه دختر گلم، اینجوری نیست. میخوای داستان برات تعریف کنم؟ آخ جونمی جون، داستان عمو رحمان میخواد باز برامون قصه بگه. داستانی که میخوام بگم یه خاطره است از دوران کودکی من. اون سالا که من بچه بودم، خونه مادر بزرگم ام ایمن نزدیک خونه پیامبر و دخترشون بود. چه خوب، خوش به حال ام ایمن. اما رحمان، خونه شما چی؟ شما اونجا بودین؟ خونه ما؟ نه، من و خانوادم اصلا توی شهر دیگه زندگی میکردیم. مادر بزرگم ام ایمن تنها زندگی میکرد، اما خانواده من برعکس شلوغ و پر جمعیت بود. برای همین پدر و مادرم اجازه دادن من برم و با مادر بزرگم زندگی کنم. ام ایمن در زمان کودکی پیامبر مدتی دایه ایشون بود، یعنی در بچگی رسول خدا از ایشون نگهداری میکرد. ام ایمن یه شب خوابی در مورد پیامبر دید که خیلی نگرانش کرد. اینم اختر ام ایمن. خب این الان چیه؟ خیلی مشخصه که چطوری نفهمیدی. اینجوری دیگه مجبور نیستین هی دونه دونه به گل آب بدین. از این بالا سریز میکنه و توی همه گلدونا میریزه. خب این به چه درد میخوره؟ معلومه دیگه، لازم نیست به تک تک گل آب بدین. نگاه گلدونش سالمه عزیزم. چیزی تو نشد که مادر بزرگ؟ کار مهمی داشتم، باید خودمو برسونم خونه رسول خدا. چرا انقدر نگرانی؟ یه گلدون درستش میکنم. درستش میکنی؟ چی رو درست میکنی؟ گلدونو دیگه. گلدون؟ گلدون چیه پسر جان؟
میخواستم برم با پیامبر صحبت کنم. خواهش میکنم به پیامبر چیزی نگین، قول میدم دیگه کاری نکنم. چی میگی پسر جان؟ یه خوابی دیدم، باید برای رسول خدا تعریف کنم. نگران نباشین مادر جون، ما کمکتون میکنیم. میریم حالا چجوری خوابم و برای رسول خدا بگم؟ جرأت گفتنشو ندارم. خدایا کمکم کن. سلام ام ایمن، چقدر نگران به نظر میرسی. در خونه پیامبر چه کار داری این وقت صبح؟ سلام. سلام خاله فزه. خاله فزه، خاله فزه. سلام رحمان جان. سلام توتک. پیامبر منزل نیستن، از شهر بیرون رفتن. پیامبر مدینه نیستن؟ خدایا چی کار کنم؟ بگو ببینم چی شده ام ایمن، نگرانم کردی. خاله فزه، مادر بزرگ یه خواب وحشتناک دیده. تعبیر این خوابی که دیدم کار هر کسی نیست. نمیتونم تا برگشتن پیامبر صبر کنم، نگرانم. نکنه خواب دیده که درختای خرما دستای بزرگی در میارن و به کسی اجازه نمیدن که خرماهاشونو بچینه. چیه خواب؟ این کابوس منه، هرچند وقت یه بار این خوابو میبینم. شبایی که زیاد غذا بخوری اینجوری میشی. ای شکمو اینقدر نخور میترکی. نکنه تعبیرش اینه که خدایی نکرده پیامبر طوریشون میشه. حالا چی کار کنی؟ اون پیر مرده که تو بازار خرما میفروشه اون تعبیر خواب میدونه، ولی با این پام تا بازار چجوری برم؟ آخ جون خرما فروش، من میمیرم برای خرما. مادر بزرگ میشه وقتی رفتیم پیشش بگی خواب طاهره هم تعبیر کنه؟ مگه چه خوابی دیده؟ خواب دیده درختای خرما دست در آوردن و نمیذارن کسی خرما بچینه. خرما بده، تخمه، تخمه، تخمه. هر خوابی تعبیر نداره بچه ها. آخیش دیگه با خیال راحت میتونم به درختای خرما نزدیک بشم و خرما بخورم. مادر بزرگ ما به جای شما میریم، زود زود تعبیر خوابتون رو میپرسیم و جوابشو بهتون میگی. تخمه بده، تخمه بده. تو تک ساکت باش، بعدم به تخمه میدم. بیا تو تک برای تخمه خریدم. اون پیرمرده همیشه اینجا خرما میفروخت، پس چرا امروز نیست؟ اگه با پیرمرده خرما فروش کار داری چند روز مریض نمیاد. کسی دیگه ای تعبیر خواب بلد نیست؟ حبیبه، حبیبه هم اینجاست، اونم یه چیزایی از تعبیر خواب سرش میشه. این قصه سر دراز داره، صبر کنین منم بیا. ای خدایا چی کار باید بکنم؟ تخمه، 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 تخمه. های رحمان، توتیتو بردار، الان بساتمو به هم میریزه. این تخمه ها مال حبیبه است، نباید مال کسی رو بی اجازه بخوری. چه خواب بدی دیده ام ایمن، بلا به دور باشه از پیامبر، خدا به خیر کنه، تعبیرش اصلا خوب نیست. چه خواب بدی، چه خواب بدی، بلا به دور باشه از پیامبر، این چه خواب بدی بود که دیدی ام ایمن؟ رحمان؟ چند روز پیش رسول خدا از اینجا گذشتن، منو که دیدن گفتن پیغامی به تو برسونم.
ایشون گفتن تو چند روز دیگه بسیار ناراحت و گرفته از همین مسیر عبور میکنی. الله اکبر که الان میبینم همین طور شده. پس پیامبر میدونه گلدونا رو شکسته. پیامبر گفت نگران نباشید، هر وقت به مدینه برگشتم خبرتون میکنم. آخه چرا نمیذاری برم؟ من میخوام برم خونمون. نمیشه عزیزم، نمیشه. دیدی گفتم نمیتونی از پس تو تک بر بیای؟ فکر کردی علکیه؟ مگه نشدی پیامبر گفته خونه باشید تا بهتون خبر بدم؟ نمیتونی از خونه بری بیرون؟ خدایا به خودت پناه میبرم از تعبیر بد این خواب. امیدوارم حبیبه خوابم و اشتباه تعبیر کرده باشه. سلام خاله فزه. سلام. سلام ام ایمن. از رسول خدا چه خبر؟ بلند شو، اومدم بهت خبر بدم پیامبر برگشتن. برگشتن؟ خبر خواب ام ایمن به همه رسیده، خبر به پیامبرم رسیده، اما پیامبر گفته رحمانم حتما بیاد. رسول خدا جانم به فدای شما، چه خوب شد که برگشتی. مادر بزرگم خیلی ناراحت بود و مدام گریه میکرد. دیدین خواب مهمه؟ بعد به خواب من بخندی. عطیه داره بهت میگه عجله نکن، آخر قصه رو گوش بده. مادر بزرگ خدمت رسول خدا رسیدم، منم توفیق داشتم که اونجا باشم. مادر بزرگم که دیگه مطمئن بود اتفاق بدی در راه، خوابش رو برای پیامبر تعریف کردن. پیامبر گفتن ام ایمن، تعبیر خواب تو اینه که دخترم فاطمه فرزندی به دنیا میاره و تو مدتی از اون فرزند پرستاری میکنی. پس معنیش اینه. چه سعادتی، چقدر بیدلیل نگران بودم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من که خیلی خوشحال شده بودم، گفتم یعنی قرار خدای بچه دیگه به مادر حسن کوچولو بده؟ چه خوب، من با هر دوتاشون بازی میکنم. چه خواب خوبی دیدی مادر بزرگ. پیامبر به هم گفتن که گلها گیاهای حساسین، باید خیلی مواظبشون باشن. تعبیر خواب ام ایمن خیلی خوب بود، اما رحمان، یعنی میشه خواب منم یه معنی خوب داشته باشه؟ مثلا به جای اینکه عروسک تو گم کنی یه عروسک دیگه پیدا کنی. آره. همه خواب ها تعبیر نداره و ما نباید بی خود و بی جهت بابت خواب هامون نگران باشیم. خب دیگه بریم بخوابیم که دیر وقته. دیدی الکی نگران بودیم، قرار نیست تو گم باشی عزیزم. بریم برات لالایی بخونم که بخوابی.